به برنامه هارد تاک خوش اومدید. من استیون سکر هستم. همه ما دوست داریم فکر کنیم که بدترین دوره بیماری جهانگیر کرونا را از سر گذروندیم. حکومت‌ها حالا بر بهبود وضعیت اقتصادی تمرکز کردند و دارند محدودیت‌ها را کم می‌کنند. ولی هنوز هم روند ابتلا در جهان روبه بالاست. از جمله در آمریکای لاتین، در بخش‌های از ایالات متحده آمریکا و در آفریقا. مهمان امروز من متخصص اپیدمی شناسیه که شهرت جهانی داره دکتر ایان لیپکین او مشاور علمی فیلم هالیوودی شویو بود فیلمی که نه سال پیش سناریویی رو پیش بینی کرد که به شکل خارق العاده شبیه اون چیزی است که ما امروز شاهدش هستیم آیا امروز در عالم واقعیت ما در واکنش به این مشکل درست عمل کردیم یان لیپکین از نیویورک به هارتای خوش اومدید خوشحالم در برنامه شما هستم بگذارید با صحبتی که چند هفته پیش کردید شروع کنید شما گفتید من از اینکه بخش بزرگی از کل جمعیت دنیا به کووید 19 مبتلا بشن تعجبی نخواهم کرد هنوز همینطور فکر میکنید I do. It will take some time. بله البته کمی زمان میبره این ویروس داره با سرعت خیلی زیادی در سراسر سر دنیا پخش میشه و تنها سپر واقعی بین ما و این بیماری یک واکسنه و تا رسیدن به اون چند ماه فاصله داریم آیا به نظر شما هنوز دانش و شناختی که ما امروز داریم تا بتونیم به جنگ کووید 19 بریم خیلی محدود و کمه یا اینکه ظرف چند ماه گذشته پیشرفت هایی بوده؟ یک همکاری جهانی شگرفی شکل گرفته شما میبینید مقالات متعدد در مورد توسعه دارو و تشخیص درباره راههای انتشار این ویروس منتشر میشه این سرعت و حجم کار بی سابقه بوده با وجود این فهوای صحبتی که پیشتر کردید اینه که هیچ کدوم از این پیشرفت های علمی و کاربردی در نهایت باعث تفاوت چندانی در وضعیت نخواهد شد اگه قرار باشه بخش بزرگی از جمعیت دنیایی که نزدیک به هفت میلیارد مبتلا بشن و آخرین آمار میگه تا کنون حدود 7.5 میلیون نفر مبتلا شدن پس تازه اول ماجرا است. بله شاید باور نکنید ولی حتی شاید میتونست وخیمتر از این پیش هم بشه. پیشرفت در تشخیص بسیار مفید بوده. به ما اجازه داده که شیوع رو تا حدی مهار کنیم. استفاده از ماسک و دیگر وسایل ایمنی هم به میزان زیادی به ما کمک کرده تا جلوی گسترش بیماری رو بگیریم. همینطور سرعتی که روی دارو و واکسن کار کردیم بی سابقه بوده. میدونم که شما تلاش زیادی کردید تا همکاری بین المللی رو شکل بدید مخصوصا با چین چقدر شناسایی کامل منشه این ویروس نورسیده کووید 19 مهمه the origins of this uh, covid-19 virus این مسئله به چند دلیل مهمه بعضیا فکر می‌کنن این فقط یک کنجکاوی علمیه من با این نظر موافق نیستم. اولا اگر ما بفهمیم این ویروس از کجا آمده و چگونه تونسته به انسان منتقل بشه و اینکه حیواناتی هم میزبان واسط بودند، اون وقت ما میتونیم زمینه این نوع انتقال واسطه ای از حیوانات رو ارزیابی کنیم و ریسک نه تنها این ویروس خاص بلکه ویروس های مشابهی که در آینده ممکنه ظاهر بشن رو کاهش بدیم. علاوه اگر کسی معتقد باشه همونطور که من و بیشتر همکارانم معتقدیم که این ویروس منشأ طبیعی داره و اگر ما بتونیم منشأ این ویروس رو شناسایی کنیم این شناخت میتونه به اتهام زنی ها پایان بده این اتهام زنی ها مزاحم تلاش های علمی جهانی است که روی چالش کووید 19 تمرکز کرده اینکه چین میگه آمریکا مسبب و بانی است و یا آمریکا میگه چین مسبب و بانی اونه مشکلی رو حل نمیکنه این ویروسی است که از طبیعت بر اومده و همه ما رو تهدید میکنه بدون توجه به ملیت پروفسور لیپکین listen... به این سخنان مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گوش کنید او گفت چین بر اینکه این بیماری چقدر خطرناکی سرپوش گذاشته انتقال پیوسته بیماری از انسان به انسان را برای یک ماه گزارش نکرده کسانی را که سعی کردند جهان را آگاه کنند سانسور کرد و نمونه ها را از بین برد این بیشک نوعی لیست کردن اتهاماته این بیشک نوعی لیست کردن اتهاماته من تا اندازه‌ای در جریان جزئیات هستم چون با چین کار کردم من اولین بار که از وجود این بیماری با خبر شدم اواسط تا اواخر دسامبر گذشته بود. در پایان دسامبر بود که من دیگه می دونستم این ویروس کرونا این اطلاعات از طریق همکارانم در استرالیا و شانگهای به من رسید و من خودم این اطلاعات رو به انسیتوی ملی سلامت ارسال کردم. من فکر نمی کنم که تا پیش از اوایل دسامبر چینی ها می این ویروس چطور منتقل میشه. خیلی راحته که آدم به گذشته نگاه کنه و نظر بده مثلا دوشنبه صبح از خودش بپرسه که شنبه و یک شنبه میشد طور دیگه ای عمل کرد چون الان امکان پسنگری و باز اندیشی رو داره آیا در این مورد کارهایی بود که میشد به شکل دیگه ای انجام داد قطعا شکی در این نیست مثلا خوب بود اگر اونها در همون مراحل اولیه نمونه های ویروس رو در دسترس میگذاشتند و از دیگران دعوت میکردن برای شناسایی منشأ ویروس کمک کنند پروفسور لیپکین شما چطور میتونید تا این اندازه مطمئن باشید که این ویروس از جمعیت حیوانی به انسان منتقل شده شما را قابل توجهی در آمریکا هستند بعضی ها هم نزدیک به دولت ترامپ که هنوز اصرار دارن شواهدی هست که نشون میده این ویروس از یه آزمایشگاه در چین شاید به طور ناخواسته به جمعیت انسانی راه باز کرده. من حاضرم به هر نوع اطلاعاتی که کسی داره و فکر میکنه این نظر رو تایید میکنه نگاه بندازم. ولی من چیزی ندیدم. اطلاعاتی که من دیدم همونه که ما چند ماه پیش گزارش دادیم. در این گزارش ما زنجیره ویروسی که در چین شناسایی شد رو بررسی کردیم. اون رو با زنجیره اونچه که در خفاش ها در چین بازیافت شد همینطور در پانگولین ها و دیگر حیوانات مقایسه کردیم. این بررسی ما رو به این نتیجه گیری رسوند که این ویروس ریشه در طبیعت داره. البته هیچ کس نمیتونه بگه که ویروسی که در خفاش یا میزبان واسط دیگه ای پیدا شده اصلا نمیتونسته به طور ناخواسته تاکید میکنم به طور ناخواسته توسط افرادی راه به بیرون پیدا کرده باشه من نمیتونم این احتمال رو نفی کنم اما قطعا میتونم بگم که هیچ مدرکی داله بر اینکه چنین اتفاقی افتاده باشه وجود نداره قطعا هیچ مدرکی هم وجود نداره که نشون بده این ویروس عمدن و به قصد آسیب تهیه شده هیچ شاخصی وجود نداره که به طور خاص چنین رابطه ای رو به ما نشون بده نکته دیگه این که اجازه بدید با این نکته تمام کنم چون این خیلی مهمه من فکر می کنم این نظر در راستای یک مسیر سازنده برای کار پژوهش نیست چون این ویروس الان اینجاست و سراسر دنیا رو گرفته نمونه های زیادی داریم از ویروس هایی که در طبیعت وحش سر برآوردن و به جمعیت انسانی سرایت پیدا کردن آیا ما قرار کشوری رو در آفریقا برای ظهور HIV سرزنش کنیم؟ آیا ما قرار اوگاندا رو برای ظهور زیکا سرزنش کنیم؟ این کار بیمنی است. Uganda appearance doesn't make any sense. پروفسور لیپکین همونطور که گفتید این ویروس الان اینجاست و باید دنبال راه حل بود چیزی هست که برای من خیلی قابل توجه بوده و فکر من رو درگیر کرده کنجکاوم بدونم که آیا در این ماههای اخیر برای شما هم مسئله به این اندازه قابل توجه بوده این موضوع تنین و تکرار باور نکردنی داستان فیلم شیوع در عالم واقعی امروز ماست شما مشاور علمی این فیلم بودید همراه با اسکات برنز نویسنده اون و استیون سودربرگ کارگردان اون فکر کنم فیلم در سال 2011 ساخته شد همونطور که داستان فیلم پیش میره به طرز عجیب و ترسناکی میبینیم که تا چه از جنبه های مختلف فیلم شبیه اون چست که همین حالا در عالم واقع داره اتفاق میفته آیا این شباهت مایه مسرت شما شده؟ مایه مسرت من نیست یک تنز تلخ اینجاست دلیل اینکه ما این فیلم رو ساختیم در واقع این بود که جلوی وقوع چنین رویدادی رو بگیریم. اگرچه این فیلم در سال 2011 اکران شد، ما در سالهای 2008 و 2009 داشتیم در مورد اون صحبت می کردیم و خیلی وقت برد. سعی داشتیم تمام جزئیات رو تا حد امکان درست و دقیق بسازیم. چون در هر حال محدودیت هایی بود. باید فیلمی می شد که مردم براش پول می که اون رو ببینن. تغییر این صورت در عمل به صرفه نمی بود. در اون زمان نقدی بر فیلم بود و حالا که به اون نگاه میکنیم جالبه نقد در مورد چارچوب زمانی لازم برای تهیه واکسن بود یادم میاد که فیلم رو به آنتونی فاوچی رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های افونی در نیویورک نشون دادم من هماهنگ کرده بودم که او برای نمایش افتتاحیه فیلم بیاد او گفت از ایده بیماری مشترک بین انسان و حیوان خوشم میاد. از ایده سرایت پذیری اون، از عدد سرایت پایه، از شخصیت های داستان. اما چارچوب زمانی برای تهیه واکسن کاملا غیر واقعی است. با او دوستم بهش گفتم تونی شاید الان غیر واقعی باشه اما باید به واقعیت تبدیل بشه. و اون چی که الان شاهدش هستیم همینه چارچوب زمانی برای تهیه این واکسن از چندین سال به حدود یک سال رسیده بنابراین این فیلم چندان هم از این نظر از واقعیت دور نبوده. پروفسور لیپکین بگذارید کلیپ کوتاهی از فیلم رو با هم ببینیم که در اون کیت وینسلت یکی از پژوهشگران اصلی در واکنش به اولین خبرها در مورد ویروس داره توضیح میده. have a look For every person who gets sick, هر نفری که بیمار می شود چند نفر دیگر را احتمالا مبتلا می کند. برای آنفولانزای فصلی یک نفر، برای آبل بالای سه نفر، برای فلج اطفال تا قبل از پیدا شدن واکسن چهار تا شش نفر. ما این شماره را عدد سرایت پایل می نامیم. این کیت وینزلت بود نقش پژوهشگری را بازی میکنه که سعی داره با این همهگیری مبارزه کنه و نهایتا جانش را از دست میده من کنجکاوم که چه اندازه باستا به این داستان تخیلی رو میشه در واقعیت کنونی شما در ژانویه به چین رفتید جایی که میدونم ویروس در حال گسترش بود به نیویورک برگشتید اونجا شما مدت کوتاهی بعد فهمیدید به کووید 19 مبتلا شدید فکر میکنید اون رو در چین گرفتید در نتیجه سفری که برای تبادلات علمی به اونجا کرده بودید نه این دفعه چنین نبود وقتی در سال 2003 زمان اپیدمی سارس به چین رفتم بلا فاصله بعد از بازگشتم دچار عفونت مجوری تنفسی شدم فکر می اون موقع در چین مبتلا شدم این دفعه در چین نگرفتم وقتی از چین برگشتم برای دو هفته خودم رو قرنطینه کردم حالم خوب بود بعد از اون وقتی در اروپا سفر میکردم که عمدتا برای شرکت در رسانه ها بود مبتلا شدم گونه ای که منو مبتلا کرد از اروپا بود این ویروس دو موج اصلی داشت یکی از چین که بیشتر در بخش غربی چین متمرکز بود و دیگری موجی که از اروپا میومد. Movie, زاویه دیگه ای از ماجراست که از یک نظر شبیه به داستان فیلمه در فیلم یک بلاگر رو معتقد به توری توته هست که فکر میکنه یک نوع داروی هوموپاتیک برای اون ویروس خاص وجود داره او با شدت درباره این موضوع در بلاگش و در آنلاین می نویسه که خیلی هم مطرح میشه مردم آمریکا هم از سر استیصال میخوان به اون دست پیدا کنند این در حالی که هیچ شواهد علمی برای موثر بودن این دارو که نامش سایتیاست وجود نداره در عالم واقعی رئیس جمهوری آمریکا رو داریم که این ایده رو میکنه که داروی ضد مالاریا یا هیدروکسی برای معالجه کووید 19 موثره و چیزی که من رو مات و مبهوت میکنه اینه که شما به عنوان دانشمند همگیر شناس در آمریکا تصمیم گرفتید که خودتون از این داروی اثبات نشده استفاده کنید چرا چنین کاری کردید خوشحالم فرصتی پیش اومد که این سوال رو جواب بدم وقتی من مریض شدم نماینده دولت چین پیشنهاد کرد که برای من پلاسمای افراد بهبود یافته رو بفرستن در واقع راهی پیدا نکردم که بتونم این پیشنهاد رو قبول کنم که معالجه بشم در واقع گزینه اول خود من این پلاسما بود ولی متوجه شدم من در وضعیتی نیستم که بتونم برای خودم تصمیم بگیرم من تحت مراقبت پزشکان متخصص بیماری های عفونی در دانشگاه کلمبیا بودم اونها گفتند از من میخوان که هیدروکسی کلورکین مصرف کنم اونها میزان اون رو تعیین کردن و با متخصص قلب مشورت کردن چون در گذشته مشکلات قلبی داشتم متخصص قلب هم اجازه مصرف دارو رو به من داد. فکر نمی کنم این دارو هیچ تأثیری داشت. سالهاست که معتقدم شرط عقل نیست که پزشکی برای خودش نسخه بپیچه. و همین دلیل هر توصیه‌ای که پزشکانم کردم قبول می‌کردم. ولی همونطور که بیشتر هم گفتم اون دارو هیچ نقشی در بهبود یا عدم بهبود من نداشت. بگذارید روی موضوع رئیس جمهوری ترامپ بمونیم. ترجیح میدم این کارو نکنیم. And the خب لازمه چون این در مورد آمریکاست با این سردرگمی هایی که ما اخیرا در آمریکا شاهدش بودیم رابطه پیچیده بین علم و سیاست به بهترین وجهی خودشون نشون داد اینکه آیا محدودیت ها اعمال بشه چطور اون رو مدیریت کرد چه زمانی محدودیت رو کم کرد در مورد موثر بودن رابطه کنونی و تبادل اطلاعات بین علم و سیاست From بگذارید well, اول در مورد اعمال محدودیت ها صحبت کنید فکر می کنم بدون شک این محدودیت ها بسیار کارساز بودن اگر نگاه کنید به کشورهایی که محدودیت ها را اعمال کردن تست گرفتن، مسیر گذر مبتلایان و رد پای ویروس را پیدا کردن می رابطه راویته ای بین واکنش سریع و محصور کردن ویروس ببینید بهترین مثالی که میتونم بگم کشورهای اسکاندیناویه نروژ و دانمارک رو با سوئد مقایسه کنید نگاه کنید چه اتفاقی افتاد بنابراین محدودیت ها کارسازن نمیفهمم چرا در آمریکا اینقدر طول کشید تا محدودیت ها رو اجرا کنند ما در ایالت نیویورک و شهر نیویورک که خودم اونجا ساکنم چون این بحثایی داشتیم فکر می کنم که اونجا صورت گرفت پیامدهای بسیاری داشت فکر می کنم متاسفانه رهبران هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان در ارزیابی و درک اهمیت اعمال محدودیت ها کند عمل کردند البته من امیدوارم که از این تجربه درس گرفته باشیم و اگه دوباره چیزی شبیه این در آینده پیش بیاد ما سریعتر دست به کار بشیم البته ابدا روی این هم نمیتونم حساب کنم به دلیل اون سیگنال هایی که تا حالا از کاخ سفید گرفتیم. بسیار گیج کننده و آشفته بوده. البته بحث در مورد بیماری همگیر بعدی نیست، هنوز بحث در مورد همگیری کنونیه. اینکه قدم بعدی چیه؟ اینطور نیست؟ اگه به آمار و اعداد نگاه کنیم در 18 ایالت آمریکا میزان ابتلا در حال حاضر رو به بالاست. از جمله در بعضی از پر جمعیت ترین ایالت ها در جنوب آمریکا. پزشکانی هستند که اختار میدن. نقل قول میکنم از اشیشجا رئیس انسیتوی سلامت جهانی دانشگاه هاروارد. او میگه کاهش محدودیت‌ها در اکثر این ایالت ها به این معنیه که 800 اله هزار آمریکایی هر روز جونشون را رو از دست خواهند داد یعنی تا ماه سپتامبر به احتمال زیاد 100 هزار مرگ دیگه خواهیم داشت که میتونه فاجعه بار باشه شما با این ارزیابی موافقید من نمیتونم پیشبینیه دقیق بکنم اما فکر میکنم که در نتیجه کاهش محدودیت ها میزان ابتلا و میزان مرگ و میر بیشتر خواهد شد. خوشحالم که بگم من در جایگاه سیاستمداران نیستم چون اونها بین دو معضل در دو جهت مختلف باید انتخاب کنند. کسانی هستند که احساس می درد اقتصادی و فقری که در نتیجه اعمال محدودیت ها به وجود اومده فلج کننده است. من موافق این نیستم. فکر می کنم لازمه تا اون زمانی که واکسن موثری و یا داروی خوردنی داشته باشیم که جلوی بیماری رو بگیره باید احتیاط کنیم. تا اون زمان به این روش برای محصور کردن ویروس همون روش اپیدمی شناسی کلاسیک و اعمال محدودیت و پیگیری مسیر گذر مبتلایان و ردیابی ویروسه. موثرترین این چیزی که ما همکنون داریم استفاده از ماسکه، چیزی که میبایست از همون اول اعمال میشد. وقتی روز چهارم فوریه چین رو ترک می کردم، تک تک افرادی که با اونها روبرو می شدم ماسک زده بودن. ولی وقتی به آمریکا برگشتم، از همون فرودگاه هیچ کس ماسک نزده بود. So yeah, of... بنابراین از نقطه نظر انطباق با وضعیت جدید در دراز مدت، اینکه ما بتونیم با این واقعیت زندگی کنیم که کووید 19 با ما خواهد بود و همونطور که شما گفتید تا واکسنی نباشه به هیچ عنوان نمیتونیم به نوعی مسئولیت گلهی کامل برسیم چه کارهای دیگه‌ای میتونیم بکنیم که از اطلاع بکاهیم شما ماسک رو ذکر کردید در اروپا بحث های زیادی هست در مورد فاصله گذاری اینکه یک متر لازمه یا دو متر تا بی خطر باشه همینطور

شما هرچه از دیگران بیشتر فاصله بگیرید کمتر در معرض این ویروس خواهید بود شکی در این نیست سوال اینه که چه کارهایی میشه کرد در دانشگاه کلمبیا وقتی ما درباره برگشت افراد به کار و کلاس درس صحبت میکردیم دو متر فاصله رو در نظر گرفتیم این کاریه که ما سعی میکنیم انجام بدیم در نتیجه این نوع تلاش برای محصول کردن ویروس میزان ابتلا در جامعه سیر نزولی رو شروع میکنه. فکر میکنم اون موقع افراد هم کم کم شروع میکنن به هم تر بشن. با این حال یکی از مکانهایی که منو خیلی نگران میکنه بارها هستند. چون اولا بارها به هر حال فضاهای کوچیکی هستند. افراد به اجبار در فاصله نزدیک به هم خواهند بود. علاوه بر این همین که شروع به نوشیدن الکل میکنن قدرت قضاوت خودشون رو از دست میدن و باز هم بیشتر به هم نزدیک میشن فکر میکنم به این دلیل رستوران ها امن تر از بارها هستن در ایالت نیویورک رستوران ها کم کم دارن باز میشن و همه اونها هم فاصله حدود دو متر بین میزها رو لحاظ میکنن خیلی از این رستوران ها هم بیشتر میزهاشون در فضای بازه که گردش هوا بیشتره. خوشبختانه ما که حالا داریم به مرحله باز شدن میرسیم، حداقل در نیمکره شمالی در فصلی هستیم که مردم میتونن در فضای باز باشن. البته ما اعتراضات و دیگر اتفاقاتی رو داشتیم که در اون مردم به اجبار و هم نزدیک شدن. ولی وقتی پاییز برسه مردم به فضاهای درونی برمیگردن پیش بینی خیلی از ما اینه که اون موقع شاهد افزایش چشمگیر ابتلا خواهیم بود In infection again. این ناراحت کننده است ولی ناراحت کننده تر از اون اینه که همکنون بالاترین میزان ابتلا دیگه در کشورهای توسعه یافته نیست جایی که حداقل زیر ساختهای بهداشت عمومی و خدمات درمانی برای مبتلایان فراهمه بلکه حتی برنامه تست کردن و ردیابی هم در حال کامل شدنه ولی حالا شاهد میزان ابتلای روبروش در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین هستیم تنها برزیل نیست پرو شیلی مکزیک همینطور در آفریقا و آفریقای جنوبی در وضعیت بدی قرار داره نیجریه در وضعیت اختار قرار داره بعد هم در مناطق درگیر و جنگزره در خاور میانه به یمن نگاه کنید به سوریه فکر میکنید وقتی در آینده به عقب نگاه کنیم به کووید 19 در سال 2020 در تحلیل نهایی بدترین آمار و ارقام مرگ و میر و خسارت رو در فقیرترین و آسیب پذیرترین نقاط جهان خواهیم داشت دردناکه چیز دیگه هم که باید صحبتش رو بکنیم اینه که در کشورهای توسعه یافته هم عدم توازن هست بار مشکل به طور نامتوازن بر دوش کسانی قرار گرفته که فقیر و رنگین پوست هستند از هر جنبه به اون نگاه کنید بسیار پیامده دردناکیه ما در مورد فیلم شیوع صحبت کردیم. اصل ایده ساخت و نمایش چنین فیلمی این بود که زنگ خطری باشه از اینکه احتمال وقوع چنین چیزی هست. داستان هولناک بود ولی قصد هم همین بود. در آخرهای فیلم هم میبینیم ما ویروس رو به خفاش ها رب دادیم. نه اینکه خفاش ها باید ریشه کم بشن. به دلایل زیادی ما به اونها نیاز داریم. ولی واقعیت اینه که این ویروس آخرین مورد نخواهد بود و حتی نمیدونم که کووید 19 بدترین مورد تهدید سلامت در دوران ما خواهد بود امیدوارم ما از این درس بگیریم برای رفع هر نوع ابهام منظور شما اینه که به دلیل اینکه عملکرد ویروس هایی که از حیوانات به انسان قابلیت سرایت پیدا می پتانسیل برای همگیری های جهانی بدتر از کووید 19 یک تهدید واقعی و نزدیکه درسته و با تکیل بر این نکته ما چندین ساله که تلاش میکنیم برنامه ای رو به مرحله اجرا در بیاریم به نام شبکی جهانی همگیرشناسی بیماری های افونی. هدف این برنامه اینه که حمایت های لازم برای ظرفیت سازی در کشورهایی در حال توسعه رو فراهم کنه تا به این ترتیب مردم بتونن تهدیدات رو در مرزهای خود محصور کنند. تا بتونن واکنش نشون بدن و میزان ابتلا و میزان مرگ و میر و ضایعات اقتصادی رو کاهش بدن. ما باید از این یاد بگیریم. این فقط در مورد واکنش در قبال کووید 19 نیست. ما باید فکر کنیم چه میتونیم بکنیم تا چنین اتفاقی دوباره تکرار نشه. ولی پروفسور لیپکین شما این صحبت رو می کنید در حالی که کشور شما همین اخیرا از همکاری با سازمان جهانی بهداشت کاملا کنار کشید من مطلقا هیچ توضیحی برای این اقدام ندارم و برای خیلی چیزهای دیگه ای هم که در کشور ما اتفاق افتاده. ولی اگه بخوایم در مورد همکاری های و تعهدات اونها واقعی باشیم، نه فقط برای اینکه از عهده چالش کووید 19 بر بیان، بلکه اطمینان حاصل کنن که همهگیری بعدی تا این حد فاجعه بار نباشه، چشمانداز خوبی نیست. من و دیگران نهایت سعیمون رو میکنیم. من با غرب آفریقا، برزیل، مکزیک، اندونزی، عربستان سعودی، اسرائیل و هند کار می کنم. من هر جایی که دعوت به همکاری میشم میرم. چون این یک مشکل جهانیه. ما همه انسانیم و باید همدیگر رو یاری کنیم. یان لیپکین، خیلی متشکرم از شما برای شرکتتون در هارت تاک. متشکرم.